در آغاز برنامه، من با پوزش از شما برنامه را آغاز می کنم. از آنجایی که در این شهر درندشت و بزرگ لس آنجلس گاه می شود که آدم های حتی بسیار توانایی مانند آقای مهری هم که دوست بسیار گرامی من هستند و هم همه شما هم از دوستدارانشون هستید، در ترافیک و یا در راه های گیر بکنند. ایشان خواهند رسید و من برنامه رو آغاز می کنم و هر زمانی که ایشان برسند و برنامه رو در دست بگیرند، مدیر برنامه آقای مشکینیار سرپرست برنامه به اطلاع من خواهند رسوند و من دوربین و میکروفون رو برای ایشان رها خواهم کرد. آگاه هستید که هفته پیش گفتگویی رو آغاز کردیم درباره برخی از برداشت های پذیرفته شده نادرست تاریخی که در میان ما ایرانیان روان شده، پذیرفته شده و می توان گفت که ما به اون خو گرفتیم و از اونها نمی گذریم و امروز هم این برنامه رو پی خواهم گرفت با همکاری جناب مهری. در واقع ایشان پرسش کننده و اداره کننده برنامه خواهند بود و من پاسخگوی به ایشان. اما نمیتوانم این برنامه رو بدون برخورد و پرداخت به این رویداد هولناک و غم‌انگیز فلوریدا، اورلاندو فلوریدا آغاز کنم. یک جوانک دیوانه‌ای سخت تحت تأثیر اندیشه های تند روانه اسلامی تروریستی داعشی و معلوم نیست چه اندیشه های دیگری، افغانی تبار به یک کلوپ ویژه‌ای که در اورلاندو جایگاه بر حال خوشی و عیش مردم محل بوده و بیشتر هم افراد همجنسگرا به اونجا می رفتند و کلوپ بسیار سرشناسی در شهر بوده، می رود و 50 نفر رو می کشد و 53 نفر رو روانه بیمارستان می کند. یک فرد با بهرهگیری از یک اندیشه تروریستی، یک اندیشه به راستی تبهکارانه دست به جنایتی میزند که سیمای سیاسی و زندگی مردم رو در بخش بزرگی از ایالات متحده آمریکا دگرگون میسازد، حتی بر سپهر سیاست آمریکا هم تأثیر میگذارد. داعشی ها و دیگر گروه های تروریست که جالب اینجاست که آغاز اونها از همین کشور خود ما بوده، با کشتن احمد کسروی 71 سال پیش آغاز به کار کردند، فدایان اسلام و نواب صفوی و دار دسته او، و سپس این نوع اندیشه ها رو دیگران گسترش دادند و امروز تبدیل به یک جنبش نیرومند اجتماعی شده که گروه داعش در رهبری اون قرار داره. اینها در سودای به هم ریختن همه نظم جهان هستند، میخواهند فضایی رو ایجاد بکنند که یک حکومت دینی خودکامه آدم خور در واقع در بخشهایی از دنیا چیره بشود و چون میبینند که کشورهای غربی با اونها سر ستیز دارند، برای اینکه سکولاریزم و پلورالیزم و دموکراسی و آزاداندیشی و بردباری دینی رو برای همیشه از خاورمیانه برکنند و به قول خودشون یک حکومت دینی بسازند، حکومت شریعت ایجاد بکنند، دست به جنایتی میزنند که دامنه اون تا همه شهرهای جهان، همه بخشهای جهان گسترده شده و هیچ کس در امنیت این نوع رفتار دیگر نیست. راستی هم این است که انگامی که یک انسان دیوانه، یک انسان بیمار تحت تأثیر اندیشه های تروریستی قرار بگیرد و بران شود که حالا به دلیل شخصی یا به دلیل روانی یا بیشتر به دلیل ایدئولوژیک دست به کشتار بزند، کمتر دستگاه امنیتی در جهان میتواند جلوی او رو بگیرد. کسی که حاضر است در راه ایمان خودش، اندیشه کور خودش کشته بشود و بکشد، کمتر دستگاه امنیتی میتواند از پیش جلوگیری کند و پیش بینی کند و راهی پیدا کند که مثلا در فلان کلوب یا فلان دبیرستان یا فلان مسجد یا فلان کلیسا از این گونه آدم کش ها پیدا نشود. این روند
ویژه ای است که ما باید با آن خو بگیریم، بپذیریم که دنیا در شاید دهه آینده با چنین نوع جنایت هایی در کشورهای پیشرفته روبرو خواهد بود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و سرتاسر اروپا اینک کانون تاخت و تاز این نوع آدم کشا هستند که با هزینه بسیار اندک به راستی زندگی ها رو پرپر می کنند و اینها رو به نام دین، به نام خدا و به نام اسلام انجام می دهند. من به راستی می پرسم از شمایی که دیندار هستید، از شمایی که به اسلام باور دارید، از شمایی که هوادار این ایمان هستید، این دین هستید، چرا اجازه می دهید؟ چرا برخورد نمی کنید با جریان هایی که به این نام و به نام شما، به نام دین شما آدم می کشند؟ کجای این اعتبار برای دین است؟ من می فهمم هنگامی که در یک جنگ میان دو کشور بی گناهان کشته می شوند، می فهمم در جنگ هایی که برای مثلا آزادی، استقلال یا حتی جنگ هایی که برای قدرت صورت می گیرد انسان هایی پرپر شوند. اما کجای این آدم کشی کور، رفتن به یک کلوپی که دی آمدند برقصند و شادی کنند، پرپر کردن زندگی اونها کجا به داوری خدا، به عدل خداوندی، به ایمان، به اسلام، به پیامبر، کجای اون پیوند دارد؟ و اگر دارد این رو توضیح بدهید، اگر ندارد با اون در بیفتید. ببینید امروز بحث جنگ با داعش یکی در حوزه نظامی است. در حوزه نظامی دولت‌های غربی در حال جنگ با گروهی مانند داعش هستند، همان گونه که دولت‌های غربی در جنگ اقتصادی و تحریم با ایران بودند. ولی بخش بزرگی از این چالش نظامی یا اقتصادی نیست. تحریم ها اگرچه بر ایران تأثیر گذارد، این جنگ بمباران و زد و خورد ها اگرچه بر داعش تأثیر خواهد گذاشت و بیگمان قدرت اونها رو محدود خواهد کرد، این دمل چرکین که در درون جامعه اسلامی به وجود آمده، چه در صورت شیعی اون که صورت جمهوری اسلامی است و چه به صورت اهل سنت اون یا افراطی تر اون که به صورت داعش و القاعده به وجود آمده، این رو باید مردم کشورهای اسلامی از میان ببرند، نه از راه جنگ تنها، از راه ایدئولوژیک، از راه نقد به این اندیشه ها. هنگامی که سر و کله فدایان اسلام در سپهر سیاست ایران 71 سال پیش پدیدار شد و احمد کسروی رو، یک نویسنده، یک پژوهشگر تاریخ رو، یک قاضی دادگستری، یک نظریه پرداز، یک منتقد به خرافات رو کشتند، اگر فغان و فریاد از جامعه مدنی ایران برخواسته بود و این جامعه مدنی مسلمان و غیر مسلمان یک پارچه در برابر چنین تبهکاری ایستادگی کرده بود، فدایان اسلام در همان نطفه خفه می شدند. چه بسا از دل فدایان اسلام جمعیت مختلفه بر نمی خواست و از دل جمعیت مختلفه گروه هواداران آیت الله خمینی و جنبش اسلامی بر نمی خواست. شوربختا که نگاه بسیاری از کسانی که خود رو هوادار یک دین یا اسلام پذیرای دینهای دیگر می دانند در برابر چنین پدیده های خاموش و کور است. زبانشون خاموش و چشمشان کور است. به راستی که غم‌انگیز است که در دنیای امروز در سده 21 ما با چنین جنایت های روبرو هستیم. ما با تبهکاری های روبرو هستیم که از هیچ راهی نمی توان آنها را توضیح داد. این وظیفه به ویژه مسلمانان معتدل، مسلمانانی که خودشون رو روشن فکر و میانه رو میدانند، به راستی میخواهند این دین رو از این گزند حفظ کنند، است که باید با این نوع اندیشه ها در بیفتند و این دمل چرکین سرطان رو از جوامع خود بردارند. چهره دوست داشتنی و بسیار پذیرای آقای مهری رو در تلویزیون میبینم، از ایشون پوزش میخواهم که برنامه رو بدون حضور ایشان
آغاز کردم، اما تلویزیون مانند رادیو یک گرفتاری که دارد این است که در رادیو گاهی وقتا وقتی آگهی بود و برنامه بود شما با آهنگ پر می کردید و تا من برسم، ولی در تلویزیون گویا این کار به این آسانی ها شدنی نیست و برنامه ها باید سر وقت آغاز شود که مدیریت تلویزیون هم با دیکتاتوری بسیار ویژه خودش ایستاده بود که آقا سر وقت شروع کنید و من با دستور مدیران تلویزیون سر وقت با اجازه شما آغاز کردم. جناب مهری، این گوی و این میدان و میکروفون و خیلی دوربین ممنون در آقای اختیار امینی شما. عزیز، سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در هر کجای جهان که هستند. منو میبخشید، من قربانی ترافیک بودم. بله، من توضیح دادم این رو. بله آقای امینی عزیز، این اندیشه هایی رو که بیان فرمودید دیدم و شنیدم، به راستی عالی بود. و اما اگر به خاطر داشته باشن همیانان عزیز، آقای امینی هفته پیش به باورها و برداشتهای نادرست تاریخی پیرامون برخی رویدادهای قدیم و جدید که در میان ایرانیان و از جمله درسخواندگان و حتی تاریخ پژوهان و تاریخ دانان پذیرفته و روان رایج شده اشاره کردند، که بسیاری از این گونه باورها یا داوری ها از محتوای تاریخی تهی است و نادرست است. آقای امینی در این باب چند نمونه هفته پیش ارائه دادند. آقای امینی، هفته پیش شما به یک برداشت متداول و پذیرفته شده درباره اینکه فرمان مشروطه در 14 مرداد صادر شده و نه 13 مرداد اشاره کردید. بله. آیا این باور متداول که قانون اساسی مشروطه از قانون اساسی بلژیک برداشت شده، کپی شده، درسته؟ خیلی نکته بسیار با ارزشی رو مطرح میکنید. آنچه که من هفته گذشته اشاره کردم یکی از کجروی ها و برداشت های نادرست تاریخی است که زیان آور هم نیست، هیچ دگرگونی در زندگی انسان ها به وجود نمی آورد که فرمان مشروطه 13 مرداد صادر شده باشه یا 14. اشاره کردم که چون 13 رو در فرهنگ تاریخی ایرانیان و بسیاری از فرهنگ های دیگر نحس می دانستن، این است که گفتن خوب نیست که ما هر سال 13 رو جشن بگیریم، با اندکی تغییری رو 14 کردن. اما این نکته دومی که اشاره کردی، یعنی این برداشت پذیرفته شده و بارها تکرار شده و حتی از سوی کسانی که من میدانم انسانهای فرهیخته ای هستند، غرضی در این زمینه ندارند که قانون اساسی ایران کپی برداری از قانون اساسی بلژیک است، به ویژه متمم قانون اساسی کپی برداری از قانون اساسی بلژیک است، زیان آور است. مانند اون کشربی پیشین نیست که زیانی برای کسی ندارد که یک روز سالگرد یک رویداد بسیار مهم تاریخی رو دگرگون کنند. اجازه بدهید که نمونه از این رو برای شما بیاورم. این نوشته است که من به اون نقد کردم در کتاب سوداگری با تاریخ. اجازه بدید که اسم نیارم. نویسنده کتابی که من به نقد اون نوشتم میگوید که با توجه به اینکه البته این فقط داوری ایشان نیست، بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران به این پرداختن، با توجه به اینکه قانون اساسی ایران در حوزه اختیارات پادشاه اساساً از قانون اساسی فوریه 1831 کشور سلطنتی بلژیک الهام گرفته بود، بعد نتیجه گیری میکنن که باید بنابراین به آن قانون نگاه کرد. خب این یک دروغ تاریخی است. این نویسنده هم البته تکرار کردن سخن دیگران رو، این رو ایشان نساختن. ایشان آنچه رو که بارها و بارها به ما گفته شده و بیشتر ایرانیان به او خو گرفتن که قانون اساسی ایران کپی برداری از بلژیک هست رو تکرار کردن، در حالی که از 23 اصل متمم قانون اساسی که مربوط به حقوق پادشاه است، چون بخش هایی داره، از 23 اصل متمم قانون اساسی که مربوط به حقوق
پادشاه است، حقوق سلطنت است، 6 اصل، اصول 38، 46، 47، 49، 54 و 55 بر پایه قانون اساسی بلژیک نوشته شد. این یک دروغ تاریخی و یک کوشش برای فرومایه کردن کوشش مشروطه است که میگویند قانون اساسی رو از بلژیک کپی کردند. در این زمینه داوری های دیگری هم هست که هفته گذشته به اون اشاره کردم که اصلا انقلاب مشروطه رو انگلیسی ها به پا کردند، چون اون بستی که اون نشستی که به فرمان مشروطه انجامی در کاخ سفارت ببخشید در باغ سفارت بریتانیا به دلیل امنیتی که اونجا احساس میکردند برگزار شد، حتما انگلیسی ها این نقشه رو ریخته بودند، در حالی که انگلیسی ها خبر نداشتند که دی میخواهند به باغ اونها بیایند و رفتند و شمار افسوده شد. نخست 100 نفر بودند، سرانجام به نزدیک به 10,000 نفر شدند و همه هزینه اون رو هم خود مردم، بازرگانان بزرگ ایران در اون زمان فراهم میکردند، از جمله حاج امین زرب و دیگران، و بسیاری در تدارک آذوقه و وسایل آسایش برای اونها بود. آمدند و گفتند که بله، نشستن چند نفر قانون اساسی بلژیک رو خوندن و از روی اون ترجمه کردن قانون اساسی ایران رو نوشتن. این یک دروغ تاریخی است. گروهی که قانون اساسی ایران رو نوشتن و سپس، البته قانون اساسی در بخش نخست بیشتر به صورت نظامنامه انتخابات نوشته شد و یک گروه 5 نفری انتخاب شد در اون گرد همایی 2,000 نفری که به وجود آمده بود که از میان خودشون گروهی رو انتخاب کردند و اون گروه گروه دیگری رو انتخاب کرد، 5 نفر رفتند و نشستند و اون نظامنامه انتخابات رو نوشتند که نظامنامه انتخابات مجلس اول بنیاد قانون اساسی شد و سپس گروه دیگری نشستند و متمم قانون اساسی رو نوشتند. دست کم 17 نفر رو میتوانم نام بیاورم که در خدمت به نوشتن قانون اساسی نقش داشتند. و در نوشتن قانون اساسی جالب اینجاست که سندی رو که بیش از همه از اون بهره گرفتند قانون اساسی یونان است که هیچ کس به اون اشاره نمی کنه. یکی از نخستین کشورهای پادشاهی اروپا که قانون اساسی پیدا کرد بلژیک نبود، یونان بود. پس از انقلاب فرانسه در یونان هم دگرگونی های صورت گرفت. نخستین قانون اساسی یونان در 1822 تصویب شد، سپس در 1823 تغییراتی در اون به وجود آمد، سپس در 1844 برای نخستین بار واژه مشروطه پادشاهی، پادشاهی کنستیتوسیونل، به قانون اساسی یونان راه یافت. و جالب اینجاست که تقریبا این دو قانون همزمان بودند، یعنی قانون اساسی یونان و قانون اساسی بلژیک تقریبا همزمان بودند و هر دو سخت تحت تأثیر بخش حقوق در قانون اساسی فرانسه قرار داشتند. اگرچه قانون اساسی فرانسه به پادشاهی پایان داده بود و جمهوری به وجود آورده بود، ولی بخش مربوط به حقوق افراد از قانون اساسی فرانسه برداشته شد، به قانون اساسی بلژیک 1831 آمد، به قانون اساسی یونان در 1844 آمد و سرانجام آن سندی که بیش از هر چیزی در قانون اساسی ایران تأثیر گذارده قانون اساسی 1864 یونان است. قانون اساسی که در یا پیشنویسای قانون اساسی که در ارمنستان مورد بحث بود، قوانینی که در قوانین اساسی و موضوعی که در دولت عثمانی پذیرفته شده بود، همه اینها در نوشتن قانون اساسی در ایران تأثیر گذاشت. نخستین سندی که در یک کشور پادشاهی گفته است که همون عبارت قانون اساسی مشروطه رو که قوای مملکت ناشی از اراده ملت است، این در قانون اساسی 1864 یونان آمده. در قانون اساسی بلژیک 1831 ما این جمله رو نمیابیم. این برگرفته از اندیشه های انقلاب فرانسه است که در قانون اساسی یونان آمده که قوای مملکت ناشی از اراده ملت است.
و یکی از مهمترین بخش‌ها و بندهای قانون اساسی ایران است. این است که به نظر من یکی از جنبه‌های عوام‌فریبانه، نادرست و شاید برای نکوهیدن و کوچک کردن انقلاب مشروطه افزون بر این که میگویند که انگلیسی ها در این زمینه نقش داشتند، کم کردن ارزش کاری است که در نوشتن قانون اساسی گروهی از نخبگان ایرانی، درس خواندگان فرنگ، رفتگان به فرانسه و بریتانیا و کشورهای دیگر در نوشتن قانون اساسی انجام دادند. یکی از کسانی که در تنظیم بخش‌هایی از قانون اساسی نقش بسیار برجسته‌ای داشت، نماینده زرتشتیان در مجلس اول مشروطه بود که در هند هم میزیست و به ایران آمده بود و از روشنفکران برجسته زرتشتی، البته بسیار سکولاری بود، که در تنظیم بندهایی از قانون که مربوط می شود به حقوق ملت و از جمله اصل هشتم متمم قانون اساسی که اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند، نقش بسیار بسیار ارزنده و با ارزشی داشت. و شروع وقت داد که کشته شد چند سال پس از اون، معلوم نیست به چه سودایی، ولی به هر روی می توان گفت که کسان بسیاری در تنظیم قانون اساسی و اصلا طرح مسئله قانون در ایران نقش داشتند.